سلام چطوری خوبید همونجوری که میدونید الان فصل ثبت نام لاتاریه یعنی تایمش یکم دیگه مونده واسه ثبت نامش آسون ترین کار دنیا ثبت نام لاتاری خیلی سایت های ایرانی این کار رو انجام میدن اطلاعاتتون رو میگیرن براتون لاتاری رو ثبت نام میکنن ولی تو خود سایت اصلی خودتون ثبت نام کنه خیالتون خیلی راحت تره بریم تو اسکین ریکورد ببینیم که چیکار باید بکنیم دم گرم خب برای ثبت نام لاتاری باید بریم تو این سایتی که اینجا بهتون نشون و این زیرم می نویسم. تو این صفحه که وارد شدین اولش برای ثبت نام یه راهنمایی براتون داره بعد ثبت راهنمایی عکس گرفتن داره اینجا بگین انتری رو میزنید اینجا یه کد ازتون از از میخواد که کد هم وارد میکنید بعد از این کد وارد کردن ساب میتون میزنین اینجا یه فرمیه که باید فرم رو پر کنین که لاست نیم مثل همون اسم خانوادگیتون رو بعد وارد کنین فرست نیمتون دوباره بعد وارد کنید مرد یا زن بودنتون و سال تولدتون و فقط دقت کنید تمام اینا رو با توجه به پاسپورتتون وارد کنید اینکه کجا به دنیا اومدین تو چه شهری به دنیا اومدین که من اینجا میذارم تهران مثلا تو چه کشوری به دنیا اومدین اینجا کشور رو انتخاب میکنین فقط این در نظر داشته باشین واسه یه سری کشورها لاتاری بسته است و ایران جزوش نیست پس این گزینه هم میذارین ریس بمونه شماره پاسپورت تو قسمت هفت وارد میکنین و بعدش تاریخ انقضای پاسپورتتونه که همه اینا به صورت کاملا دقیق توی پاسپورتتون نوشته شده تو قسمت بعدی هم کشوری که پاسپورتتون رو کرده وارد میکنیم که تو این کیس هم واسه من ایران بوده میاین این عکس پاسپورتی که قبلا بهتون یاد داده بودم آپلود میکنید حالا آدرس پستیتون رو میخواد که گزینه اول که چیز خاصی نیست از قسمت B شما شروع میکنین آدرس پستیتون رو به صورت کاملا انگلیسی هم باید وارد کنین این که اول پلاک و واحد و اینا کوچه برعکس آدرس فارسیه بعدش هم که کد پستی وارد کردین و بعدش هم دوباره کشورتون رو گزینه بعدی اینه که الان تو چه کشوری زندگی میکنین اون کشور هم انتخاب میکنید ازتون یه شماره تماس میخواد شماره تماس هم وارد میکنید یه ایمیل ادرسی که بهش دسترسی دارین رو وارد کنید و دوباره تو قسمت پایین دوباره تکرارش کنید بعد از وارد کردن ایمیلاتون تو قسمت پایین تر میگه تحصیلاتتون رو بنویسید تو این قسمت هر تحصیلاتی که دارین رو میتونین بنویسیم مثلا اگه لیسانس دارین یونیورسیتی دیگری رو بزن تو قسمت پایین هم وضعیت تحالتون رو میزنین و تعداد بچه و کانتینیو رو میزنین تو پیج بعدی یه ریویوی از اطلاعاتی که وارد کردن رو بهتون نشون میده اگه نیاز به اصلاح داره دوباره بک رو میزنین و اصلاح میکنین و بعد ساب میتون میزنین ساب میتون زدین یه کد دیجیتال سیگنچر به شما میده که این نشون میده شما برنده شدین یا نه امیدوارم که این آموزش به دردتون بخوره استفاده کنین اون کد رو حتما نگه دارین و اگه سوالی داشتین حتما تو قسمت کامنتو برام بنویسین و جواب بدم بهتون موضوع به خودتون باشین تا بعد